نمایندگانی از جامعه های اهل تصنن و شیعان کنفرانس مطبوعاتی مشترکی را در رابطه با قتل های اخیر نیومکزیکو برگزار کردند این کنفرانس مطبوعاتی شامگاه روز سهشنبه برابر با 18 همه مرداد 1401 در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار شد تحقیقات تازه پلیس آمریکا نشان می‌دهد شیعه ستیزی مهمترین عامل قتل عام شیعیان در نیومکزیکو آمریکا بوده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مصطفی اکوان مدیر مسئول سازمان رایس واچ از واشنگتن آمریکا که در این کنفرانس حضور داشته و از ایشان خواستم توضیحاتی درباره آنچه در این کنفرانس گذشت بدهد و بفرماید که چه اهدافی در این کنفرانس دنبال شد. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. کنفرانس برگزار شده از مجموعه سازمان‌دهی‌سازهای مختلفی مثل سی یا عرب American Arab Anti-Discrimination Committee, American Muslim Bar Association, Shia Rights Watch, Shia Foundation, CARE, و مؤسسات و مساجدی که در این ناحیه بودن و این منطقه بودن و میتونستیم اینا را در یک مدت کوتاهی جمع بکنیم هدف اصلی این کنفرانس خبری این بود که بتونیم اولا پیام اسلام رو دوباره به مردم یادآوری بکنیم و گوشزد بکنیم و در عین حال ازشون بخوایم که از احساسات خودشون بر احساسات خودشون غلبه بکنن و اجازه ندن که رفتار یک شخص یک کشت و کشتاری رو بین جامعه مسلمان ایجاد بکنه هم پیام برای شیعیان بود که یادآوری بشه برایشون هم برای سنی ها بود که ما الان توی جامعه زندگی میکنیم که احترام متقابل به ادیان مختلف وجود داره و بتونیم این احساسات مردم رو و این اموشنی که دارن رو کم بکنیم در این حال من شیارا اسواج پیامی که داشت یادآوری کردن پیام آقا امیر علیه السلام بود که انسان ها یا برادر خواهر تو در دین هستن یا همسان تو در انسانیت و به شیعه ها بگیم که ما باید پیرو پیام آقا امیر باشیم و احترام کامل رو به تمام ادیان بگذاریم و سعی نکنیم که حرکت یک شخص کاری بکنه که از شیعیان ما اینجا خدای نکرده برای اینکه احساساتی شدن و عزیزان خودشون رو دست دادن خدایی نکرده کاری رو انجام بدن که ناخوشایند دین و ناخوشایند این جامعه باشه هدف اصلی از این کنفرانس خبری این بوده در این حال متاسفانه بعضی از مساجد به خاطر اینکه بخوان مردم رو به طرف خودشون جذب بکنن یک سری مسج هایی رو توی خطبه های جمعه میدن که مسیج هست که علیه شیعه هست و سعی میکنن اون اخلاق و رفتاری که توی شرق اوسط داشتن و یاد گرفته بودن رو اینجا توی آمریکا توی مساجد خودشون پخش بکنن که الحمدلله هم دولت و هم مردم بر این واقف هستند و سعی شده که همیشه کاری بکنیم که مسیجی که هست و پیامی که اسلام رو میده بتونیم به راحتی اعلام بکنیم و در همین حال موسسات سنی،, سنی،, که در این کنفرانس خبری بودن باز همینو یادآوری کردند که اسلام دین محبت و دین مسالمت آمیزی هست و از مردم خواستن که از این کراهیتی که ضد هست دست بردارن و با همدیگه به خوبی خوشی زندگی بکنن تمام سعی ما این هست که این جامعه رو این جامعه مسلمان و غیر مسلمان رو در آمریکا بهشون اون پیام رو برسونیم و الان مهمترین کاری که ما میتونستیم انجام بدیم این بود که نشون بدیم که هر دوی ما شیعه و سنی کاری که میکنیم بر اساس درس های اهل بیت در بر اساس به درس های اسلام هست و سعی بکنیم هر چقدر میتونیم این کراهیت بین اشخاص رو کم بکنیم و در عین حال بتونیم اون پیام اسلام رو برسونیم با تشکر از آقای مصطفی اکوان که با ما همراه بودند